دولت عراق مسئولیت اداره امنیت داخل قرارگاه اشرف را به عهده خواهد گرفت. شما می دانید که از ژانویه 2009 ارتش و پلیس عراق قرارگاه را محاصره کرده اند و هیچ مشکل امنیتی در داخل قرارگاه وجود نداشته است. ترس ما از این است که اعلامیه آقای دباغ راه را برای پلیس عراق باز کند تا به زور وارد قرارگاه شوند و برای خوشایند رژیم تهران ساکنان آن را سرکوب کنند. علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در ماه فوریه در دیداری با رئیس جمهور عراق از او خواست تا قرارداد دو جانبه برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در قرارگاه اشرف را به اجرا درآورد. در 24 آوریل 2009 قطعنامه پارلمان اروپا درباره ساکنان اشرف و بیانیه عفو بین الملل و دیگر سازمان های غیر دولتی روشن ساختند که عراق باید در رفتارش با ساکنان اشرف قوانین بین المللی را رعایت کند. اما ظاهرا تصمیمات گرفته شده بود و هیچ گوش شنوایی پیدا نشد. به همین دلیل از نیمه شب تحرکات جدیدی شروع شد. نیروهای عراقی ضمن افزایش نیروهای خودشون ورودی اشرف رو با یک خاکریز بستن. شاید به این ترتیب می‌خواستن جلوی هر گونه اقدام اشرفی‌ها رو نسبت به نیروهای عراقی بگیرن.